یه مطلبی رو من عرض کردم گفتم که خیلی بهش دقت کنید که مطالبی توی قرآن شنیده میشه اینا حواستون باشه که تو بیرون شما اتفاق نمیفته اصلا معنی نداره اصلا بیرونی وجود نداره در حقیقت پس هر چی که تو قرآن میشنوید باید در خودتون پیداش کنید اگه این کار رو بتونید بکنید قرآن خط... یک کتاب خیلی منطقیه اگه نه به خاطر اینکه از زبان استوره استفاده کرده چاره هم نداشته و اینکه متاسفانه یه سری فکر کردن اسطوره ها واقعیت داره با اینکه اسطوره واقعی نیستن حقیقی هن. اینه که دوچار همین حرفایی میشید که تا حالا شنیدید تا حالا شنیدیم هممون هم. همین دریوری های غیر منطقی دیروز دیدم یه آخوندی از بنده بند خدا از آخوندی فقط لباسش داره چون یه وقت میگن ملا ملا به کسی میگفتن چیز بلد باشه حداقل زمان خودتو بشناسی این طرف ملا نیست اصلا ملای زمان خودش نیست هی اصلا لباس زار میزنه بهش، نمیفهمم که چه بعد کشور ما هم یه جوری شده که هر کسی که یه انقدر خلاص دست سیاسی اون خالی شده هر کی بیاد یه دو تا کلمه چاپلوسی شروع بکنه سری تریبونا رو بهش میدن و ندارن دیگه کسی نمونده دیگه همین اینه که یه دم یاد گرفتن دیگه مسابقه چاپلوسی الان دیدید مسابقه بود راجع به انتخابات هر کی انتخابات رو... یه مدده ها بودن تلویزیون میگفت که چیزه گناه کبیره است رأی ندادن گناه کبیره است حرف مف زدن من نمیدونم چیه مثلا مدا آورده مثلا طرف حتی یه آدم نرمالی هم نیست تو همون صنف خودش من تا حالا ندیدم کسی تو ماشینش مثلا مداییشون رو گوش بده فقط تو تلویزیون یه وقتایی میاد یه آدم خاصیه عجیب و غریب بعد حالا باطن و ظاهرشون هم فرق میکنه یعنی در باطن شماها جلوش انقلابی حساب میشید در ظاهر شما ها میشید ضد انقلاب و میشه انقلابی مثلا یه گناه اصلا تو میفهمی گناه کبیره چیه حالیت میشه او یکی میگه همراهی با امام زمان است. اصلا راه ظهور اینه بیاید رای بدید از باب اینکه فساد زیاد میشه حضرت بیاد شاید میگه من نمیدونم ولی واقعیتش اینه که نه آقا اینا به خدا اگه به حرفایی که میزنن سر اعتقاد داشته باشه خودشون هم میدونن دارن دروغ میگن بگرنه انتخابات قبلی مگه اونم راه امام زمان بوده دیگه پس چرا اینقدر ناراحت بودید اما مردم چرا انتقام گرفتید به خاطرش چون به اونی رای دادن که شما نمیخواید الان هم اگه ملت برن رای بدن که آدما اینا رای نمیارن که یعنی دیوار رای میاره ای چنار رای نمیاره چون یکیشون گفته لیست چنار اونم گفته لیست پاجوش یک چیز دعوایی شده سر خدمت به ما نمیدونی. همه میخوان نوکر ما بشن به ما خدمت کنن میخوام بگم ببین یه بازی دیگه بعد یه بازی درست شده این وسط هر کی چاپلوسی کنه بهش تریبون میدن خب یارو اومده میگه که بله تو جهنم طرفو میگیرن با صورت میکشن رو زمین تو جهنم میکشن رو زمین بعد جهنم چه شکلیه تو ذهنت چی دره پر آتیش بعد همه چیش میشه غیر منطقی آره دیگه اونا نمی سوزن. اونا خودشون چیزه ملائک ج... ملائک عذابن اونا. ما ملائک عذاب داریم اونا ملائک عذابن میدونی حرف غیر منطقی میدونی توضیح منطقی براش نمیشه داد فقط اگه زیاد صحبت کنی میگن خیا شما با قرآن مشکل داری ها پس شما کافری نه منده با فهم شما از قرآن مشکل دارم نه با قرآن واقعا یکی از کتابایی که بیسچاری دستمه قرآنه سال هاست کتاب غیر قرآن نتونستم بخونم چیزی نداشته بخونم ولی فهم شما رو من قبول ندارم اشتباه فهمیدی از من. ما یعنی اکثریت اشتباه کردن؟ کی گفته اکثریتن؟ شما اول ادعای میکنی اکثریت. نه. اینا یه اقلیت پر سر و صدان. دهن اکثریت هم بستن. میدونی چرا؟ چون یه عده همراه اینا بودن. اگه هر کسی مخالف اینا حرف میزد اون عده رو با جهلشون میفرستادن اونا رو آره تکفیر میکردن بره بکشش. اینا که چون اونایی که درست میفهمیدن عاقلم بودن هیچ وقت خودشون رو نمیدادن دم تیغه این احمقا آره اینجوری قصهش این میشه که مثلا علامه تبا تبایی طلبه ها میرن پیشش میگن بیا به ما معاد بگو میگه معاد روزی حوزه ها نیست یعنی من اینقدر احمق نیستم بیام برای شما صحبت کنم صبح من تکفیر کنید کوزم و آب بکشید بگید نجسه عقلم میکشه آره طرف داشت خلاف می اومد با یه چیزی غروری هم اومد. من اومدم بغل و گذاشتم بره یه طرفه بود اینا بعد این رفیقم گفت باز چی بهش دادی گفتم قیافه را نیدی داشت خلاف می اومد دنبال دعوا هم میگشت حالا هم خلاف اومده هم با وایسم حالا کتک شما بخوریم چه کاری عاقل باش بیا بغل و چه این دو داره خلاف بیاد یه جوری هم میومد که من دارم میام خوب کاری هم میکنم میام گوره باباتونم که حالی مثلا میخواد به من تذکر بدی تازه من لاتم هستم اینجوری قیافر اینجوری گرفته بود من اومده با آقل برچه بابایستم دعوا کنم آقای بعد با شادم دعوا کنیم یه کتکی بخوریم یه فوش بده چهار تا فوش ما بدیم چی بشه یه قمان پاره کنیم <تصحیح> که <تصحیح> چی؟ ما بایستادیم بغل مصبت چادم رفتیم نگاه اینجور هم آمده. مخلص نشید از خاطب هم الجاهلون قالو سلاما اینجوری دیگه ها مخلص رد میشه میره دیگه دنبال وقت اضافی داری ولش کن بره با کارش داستان اینه که اون علما حوصله دعوا نداشتن سلام تبا تبایی ولی کچلواری ها میرفتن پیشش برای اونا میگفه چیزایی حالا حداقلش اگه نفهمه میگه من نمیفهمم نمیگه حاجی کافره گفتم بدون یه طلبه اینجا آمیر زواد آقا ملکی تو همین شیخون دفنه چون از بزرگان اخلاقی و شاگرد داستری آقا و نشسته بود قضا میخورد بعد یه طلبه ای رد میشه حالتش میده که گشتش میگه که بیا قضا بخوریم میگه نه من با تو قضا نمیخورم میگه قضا نمیخوری با یا با من میگه نه نه من با تو نمیخورم میگه برای چی میگه آخه تو کافری این غذا نجسی میگه من کافرم چرا میگه آخه تو قائل به وحدت وجودی میگه خب والا وحدت وجود چی هست که من بهش معتقدم و کافرم میگه تو معتقدی همه چی خداست میگه یعنی الان یعنی من مثلا تو رو خدا میدونم میگه آره میگه نه من تو رو هیچ خری نمیدونم یا غذا بخور ولش اصلا نمیفهمیده این چی چی میگه من میگم کافره به کی امیر جواد ملکی تبریزی کافره آقای قاضی الان الان نبین اسمشو هی میگن و نمیدونم راست در نکنم میگن آقای بهجت چی چی بود فلان آجی کارت هم نیورده بودم وایسیدم قهوه بخورم دیدم کارت هم نیست همراه. بعد دیگه خدا رسون میبینی واقعا <applause> <applause> خب دست شما داد نکنه قهوه است بچه چیز از جوری نیست حالا برای این نام درست میکردی دیگه حالا تو که رسوندی خدا اگه بود برای همه میرسون حالا راست میگی تو رسوندی هم هم. خدا بودی این کار که همه قهوه بخوره حالا قصه چیه؟ قرآنو اگر که در خودت پیداش کنی اتفاقی که میافته اینه که همه چیش میبینی ا چقدر رو حساب و منطقی و درست و قابل درک و قابل دفاع و همه چی میزونه و الان مثلا بگی جهنم رو توضیح بده نمیتونه توضیح بده چرا مثلا بگی روایت داریم نه آقا اصلا من روایت نباید سرم نمیشه من یه آدمم تو یه آدمی برای من توضیح بده اصلا که چی میگه خلقت بر اساس لطفه خب حالا بر اساس لطف ما رو خلق کردی و بردی خب ما هم که این لطف رو نمیفهمیم یکی علما میگفت غرق نعمتیم الحمدلله بگید الحمدلله همه میگفتیم الحمدلله میگم می نمیفهمیم از الله بگید از الله، از حالا بگید نمیفهمید غرق نعمتیم خب حالا من اومدم تو دنیا و چل سالم تو دنیا بودم آدم خلافکاری هم بودم چهل سال دیگه حالا در دوازده سالش که بچم و اینا بعدم که تو اومدم یه چیزی بفهمم تا سن ایجده سالی که اصلا قانونی نیست ارکایی هم بکنید تو دنیا اغلا مثلا میگن این زیر سن قانون حالا مثلا من خلاف ملاف یه بیس سالی هم خلاف کردم دیگه قاچاق کردم چون دونم آدم کشتم مواد جا بجا کردم بعد مردم بعد چی میشم یه رکتم نماز نخوندم روزم نگرفتم خدا پیغمبرم قبول نرم میرم جهنم دیگه طبیعتم. چند سال؟ الال عبد ها خالدین فی ها بعد این لطفه کو یعنی اگه ما پیغمبر فرسته میخواست گوش بدیدی آقا اصلا من گاف بودم گوش نه دم میده اصلا. لطفش الان چیه چل سال من اومدم یه مثلا چل سال که میدونی از چل سال حدود مثلا دوازه سیزه سالش که خواب بودم روزی هی ساعتم به خوابی یک سومشو که خواب بودم که هیچ دوازده سال خواب بودم این از بعد یه هفتش ده سالشم که یا تو توالت بودم یا تو همون بودم غیر از اینه یا داشتم میلون بودم اینا میشه غذا خوردن و توالت رفتن و همون رفتن در دوازده سال در چل سال میشه دیگه دیگه هفتش سال هم اینجوری بود یعنی در 20 سالش که اصلا من یا خواب بودم یا تو توالت بودم یا تو همون بودم هفتش ده سالشم که بچم حالا با اون بگیم ترکیبی بزنه مثلا بشه مثلا 22 سالش رو حواس کلا 17 18 سال ما وقت داشتیم خلاف کنیم و حالا تو عبد ما رو میخوای نگهداری خب <applause> این لطفش کو میگن نه دیگه به جاش اگه که آدم خوی بودی الان تو اعلی بود حالا که نبودم الان چند سال میخواد من اینجا نگهداری حالا اصلا بعدش اصلا من از جنم نجات داد دیگه اون مقامات عالی چه اصلا دیگه نمیبینم چون رشدی دیگه نیست دیگه اینا میگن رشدی نیست دیگه ایچ. بعد اکثرا چجوری میمیرن همینجوری میمیرن دیگه خب این چه لطفی کردی تو که این همه خلقت به این عظمت و هفتش میلیارد دارن بشر رو کره زمینن حداقل 99 درصد آدمایی که میمیرن اینجوری میمیرن که من گفتم حالا خلاف مثلا آدم نمیکشن ولی خب دیگه حالا مردم دنیا چجوری زندگی میکنن با شرعی ای که این دوستان میگن که نمیخونه زندگیشون شراب میخورن گوشت خوک میخورن چه میدونم دوست دختر دارن این کار اینجوری بد کارای بد بد میکنن میدونی چی میخوام بگم میخوام بگم نمیتونی توضیح بدی لطفو میخوای ببافی خب لطفش کو بچه رو همه چی گونگه خدا وکیلی شما میدونید روح یعنی چی؟ خدا وکیلی شما دیگه بچه مذهبید دیگه اندازه مو سر من منبر رفتید منبر منم که فقط نیومدید که این همه منبری خدا وکیلی میدونید روح یعنی چی؟ یعنی قشن بتونید بسید الان این قهوه رو قشن میتونم می توضیح بدم که این چیه؟ آب هاش دو او دو تا هیدروژن یه اکسیژن دیگه میشه توضیح بدی ببری آزمایشگاه ببین آقا بیا الکترود بزن تو هیدروژن جدا میشه اکسیژن جدا میشه روح چیه سرات چیه e... دین رو یه جوری گفتی که مجبوری تو معما بگی با اصطلاح بگی بهتون گفتم خیلی از این اصطلاحاتی که به کار میبرن چون نفهمیدن نمیتونه توضیح بده دو تا اصطلاح میاره توضیح نده بعد شما هم همینجوری میشینید نگاه میکنید دیگه مثل اینجا که الان نشستید نگاه میکنید میگه وارد نشه گمراه خب بگو چی بالاخره اگه چیزی که من نمیفهممش نمیتونم بهش معتقد باشم دیدی میگه میگه در ذات خدا فکر نکنید اگه فکر کنید کافر میشید میگه راجب چیش فکر کنید صفاتش درسته خب صفاتش که عین ذاتشه یعنی چی مگه صفات خدا از ذاتش جداست صفت خدا عین ذاتشه خب اگه در ذاتش فکر کنی منحرف میشی چجوری در صفاتش فکر کنی منحرف نمیشی نمیدونه چی داره میگه بنده خدا وگرنه صفت خدا عین ذاتشه فرق نمیکنه که مگه ازش جداست شما میتونید در ذهنتون تفکیک کنید این چیزا رو این قدرت تختی ذهنیه که ما داریم انسان داره وگرنه مگه این چیزا هم جداست الان من از صفاتم هم جدام هم. یکیم دیگه منتها در ذهنت میتونی اینا رو جدا کنی بعد جدا میکنی بعد میگه متناقض شد این صفاتش با هم نمیخونه متوجه نیست که اینا رو هم میدونی مثل چی میمونه آشو سبزیاشو جدا کنی مثلا لوبیا چیتیشو جدا کنی آبشو جدا کنی عدویهش رو جدا کنی رشتهش رو جدا کنی حالا تو رشته نمکش رو جدا کنی گندمش جدا کنی مخمرش بعد بگه که آقا اینا یه سریش با هم نمیخونه مثلا ترش و شیرینه ترشی و شیرینی تو غذا میزنن دیگه میشه ملس این نه ترشه نه شیرین نه این ملس آقا میدونی این یه طعم دیگه است متا چون تو ذهنت میتونی تفکیک کنی این قدرت ذهنی توه در واقعیت که اینا یکی هن. اگه یکی باشن میشن آش تفکیک کنی که دیگه آش نمیشه که خب حالا گوش کنید حرفو میخوام حرفو بزنم میگم اگر که شما فکر کنید مطالبی که تو قرآن اومده این کلمات بیرون شما معنایی پیدا میکنه میشه یک سری حرف های غیر منطقی از مثلا سرات الان میگن روز قیامت سرات رو میارن میذارن یه پلیه بعد مثل این پل آهن چیه قوم مثلا یا پل شاید کازمی تهرون چه میدونم این پل که هست بعد در این پل رد میشی پایینش جهنمه دید نقاشی کشیدن یه پل زیرش آتیش آدم دارن میفتن توش بعد میگه که این از شمشیر تیستر از, از مبارک بعد درش رد میشی خب این می... که چی؟ الان حساب کتاب کردی مثلا من جهنمی هم. مثلا خدا خواسته چیز کنه مثلا آرتیسته خب اصلا این که یه سال اصلیشه که اصلا آلای ماده هست یا نیست مثلا اینا که میگن آلای ماده هست اینا میگن مواد جسمانیه میگن آلای ماده است بعد یه پلیه میارن نصب میکنن مثلا یه دره یه زوش آتیشه اون بعد دیگه بهشت الان کارمون تموم شده خب بعد میخوام خب این, این پله بره دیگه تکلیف معلوم میشه یا میفتی یا رد میشه میدونم این این یعنی خدا چیز دیگه یعنی یه بازی دیگه خیلی،, خیلی هم جذاب چیز بوده یه چی میگن اینفورمنس میگن یه چیزی میگن پرفورمنس آره یه چیزی مثلا خانومه بود اومد وای وایستاد گفت هر کاری میخواید بکنید آره یه اومد برهنه وایستاد یه جایی اعلام کرد گفت من تو فلان تالار میام وای میسم بعد وسایل همه چی هم گذاشت از سوزن بگیر تا پرگل همه چی حتی اسلحه گفت من دو ساعت بی حرکت وای میسم مثلا هر کاری خواستید بکن اول اومدم با پر این مثلا نازش میکردن نه هیچ کاری نمیکنه بعد دفعه یکی گل و ورداش مثلا با تیغاش اینجوری کشید رو تنش دیدیم واقعا هیچ کاری نمیکنه بعد یکی اون نمیدونم قیچی و ورداش میزد اینجوری تو تنش اون نمیدونم سوزن و ورداش آقا میگه کار به جای رسید حمله کردن به این یکی اسلحه ورداش بکشدش که اسلحه که از این گرفت انداخت بیرون آقا جوریخ به هم این بهشون گفت من میخواستم حقیقت خودتون رو ببینید شما اینید دست و بسته قرار داده دست و پای ما رو بسته میدونی الان اینجا نشستی چرا باد گلو نمیزنی یا سر صدای دیگه نمی کنی قرار داده نمیذاره قرار نباشه این کارها رو میکنن بعضی اونایی که به قواعد اجتماعی چون تو آدیاک آراغی هم میزنه آه. یا نگاه میکنن همین همینه نه که من نمیزنم از اون بهترم قرارداد اجتماعی دستم و بسته وگرنه که بخوام من مگه اینکه اصلاح شده باشی قد افل من تزکا یا زکا فقط کسی رستگاره که تزکیه کرده تصفیه شده یعنی آب گله برده تصفیه کرده شده هاش دو او تمام بدون املا هی اینو تکونش بده این گل میشه ولی نه تنشین شده یه سنگ میندازی توش میزنه بالا تنشین شدن که رستگاری نیست حرفم چیه ببین پس مطالبی که تو قرآن میشه الان میگن سرات سرات اگه تو درون شما معنایی داشت داشت اگه نداشت دیگه نشد دیگه معنای درونم که میگم این بازی با الفاظی که یده راه انداختن رو نمیگم چون من دیدم یده یه ده بازی خوبیه استاد دارن و یه پیری دارن میشن با هم مولانا میخونن نمیدونم چی میخونن من 90 درصد اونا که میخونن مولانا همین که میفهمن فهمیدم نمیفهمن چی اصلا یارو چی گفته که تازه اصلا ما قرار نبود متوقف بشیم تو مولانا که قرار بود الان هزار پله از اون بالاتر باشیم حالا چند صد سال پیشه یارو بعد ما هنوز موندیم تو اون بعد یارو با افتخار میگه من مولوی شناسم حالا اول که میشناسی نمیشناسی که نمیدونم من که نیدم من خیلی کم من اینا که صحبت کردن اکثرا دیدم خیلی پیاده میزدن مثلا اینا که خیلی پیادهن دکونای خصوصی دارن و یک چیزای عجیب و غریبه عجیب و غریب واقعا بعد بعد که چی یه سری الفاظ هم اینا دست گرفتن بازم همون بازی الفاظ است بله حاج خب، منم هم معتقدم همه چیز در درون ماست خب توضیح بده ببینم این در درون ماست یعنی چی تو روده ها تو منظورت که من راجب به تو دارم صحبت میکنم خب این در درون ماست توضیح بده ببینم چی میگی ما قرار شد اینجا بازی با الفاظ نکنیم دیگه ما, ما که اگه میخرم ما, ما این کارا رو بکنیم که داشتن میکردن بهتر از ما خیلی با کلاستر ریشه بلندتر چیز خوش جذبتر, خیلی بهتر از ما دوباره یه دکونه جدید باز شده درون میگه بله بله, بله, بله. ما ما همینا رو معتقدیم اتفاقا همه چی در درون ماست بعد زندگی میکنه که هیچ اه 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 کلاش اینجوری زندگی نکرده باشه خب اگه عالم تو درون تو پچه نقدر جیح میزنی چه دست پا میزنی چرا به هر پولی سلام میکنی و چرا هر حلال سرت نمیشه چرا اصلا انسانیت حالیت نیست چرا غیبت میکنی و چرا تهمت میزنی اگه تو معتقدی عالم تو درون توه پس داری به خودت دت میزنی ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلان اگه خوبی میکنی به خودت بدی میکنی به خودت خب پس چرا به خود بدی میکنی تو اگه واقعا معتقدی همه عالم خودتی پس چرا به خود بدی میکنی پس چرا توف میندازی رو زمین پس چرا آشغال میندازی ماشین بیرون پس چرا ته سیگار میندازی کف بی اصلا چرا سیگار میکشی حالا اگه میکشی چرا میندازی کف بیابون خیلی عجیبه که اصلا آدم درک درک نمیکنه که اصلا چی میگید هیچ یه دکون جدید درست شده در اون این, هم این دکونه انسان دیگه لامسته بچه ها رو دیدید بچه کچیکا میدونی چرا هی برای خودشون خطر درست میکنن دیدی بچه کوچیک مثلا بچه که تازه راه افتاده مثلا هفتش ماه راه میره دیگه نه من چند وقت بچه دار نشدم نمیدونم یادم رفت البته این که دارم یادم نیست که بزرگ شدم ولی خب ارزاره هفتش مثلا هفتش ماه دیگه راه میره دیگه بعد دیدی همه شی خطره میدونی چرا چون اون اتاق و اتاق نمیبینه اون همه چی اسباب بازی میبینه مثلا پریز برق ای چیز دو سراغ دست بکنم تو جنی اون دیگه اون نمی... اون همه چی اسباب بازی میبینه چون همه چی اسباب بازی میبینه همه چی براش خطرناکه مبل خطرناکه چون ممکنه روش بیفته اصلی خطرناکه ممکنه با کلش بده تق بخوره بغل اصلی پارش برق براش خطرناکه تلویزیون خطرناکه آبو میرزه تو تلویزیون دستش میکنه تو شرخ گوش همه چی براش خطرناکه چون خونه رو با پارک بازی اشتباه گرفته تازه پارک بازی هم وقتی میری باید بدونی با کدوم قسمتش باید بازی کنی یعنی جا میشینی کربن باید ببندی این نیستش که بدونه مثلا کربن بشینی مثلا تو ماشین یا تو ترن یا تو هر چیز دیگه وقتی جهان و اشتباه میگیری اینجوری میشه حالا ما از چاله اونوریا فخیا و چه میدونم رساله و چه میدونم شریعت و اینا در اومدیم افتادیم گیر یه مش دیگه اینا دیگه اصلا هیچی حالا باز یه چارچوبی داشتن یه اخ چه میدونم چی <applause> چی میشه مناسکی داشتن یه بالا پایینی بود توش یه منطقی توش بود دقیقا این هیچی چی نه مرزی نه فلانی اصلا نمیفهم آدم اینا رو نه این اینا این دوتا دو, این دو تایفه رو به حال خودشون رها میکنیم دعاشون میکنیم اینا نه ما میخوایم واقعا یه چیزی بگیم فارسی بفهمیم چی داریم میگیم خب قرآن با ما صحبت کرده راجب به ما صحبت کرده هیچ چیزی رو توش پیدا نمی کنیم که بیرون شما اصلا بیرونی وجود آقا ببین ما چون یقین کردیم این تن محدودیم بیرون به وجود اومده تو خواب دیدی بیرون وجود نداره دقت نکردی تو خواب خودت یه جایی داره همه چی رو تماشا میکن بعد مثلا میگم تو خواب میبینی یکی از مشهد بهت زنگ میزنه اونو میبینی تو خونش داره بهت صحبت میکنه تو ذهنت که مشهد زنگ زده ها ولی شما مثلا تو قومی بعد شما ولی دونو داری میبینی این نیست که تلفنت زنگ بخوره نه اصلا میبینی اون داره با تلفون با تو حرف میزنه و اصلا حواست نیست که ای من این دارم میبینم بعد این مشهد داره با تلفون باز میبینم اگه مشهده پس این چرا اینجا من میبینم بس چون کلش خودتی ما یه ادراکیم دیگه الان درک میکنیم درسته؟ ما با حواست پنجگانه که این جسممون توش هست گرما سرما مثلا با لامسه نرمی زبری چشایی بی ببین خیلی چیز عجیبیه این زبان ها بی نهایت تم و مزه رو میتونه بفهمه خیلی عجیبه تا اگه بهش مسلط بشی میتونی مزه بسازی براش مثل شامس بی نهایت بو میشه براش بسازی اون قابل درکه براش بعد مثلا که دیگه اتکلان درست میکنم مثلا مثلا یه اصاره از چوب میگیرن مثلا میگه چوب بلوط فلان یه اصاره از این میگیره بعد نمیدونم گیاه نمیدونم چی یه اصاره از اون میگیره یه مقدار از آتش و دود مثلا بوی دود رو میگیره بعد نمیدونم میگه بوی مثلا جلبکهای های نم هم چی چی میگیره اینا رو قاطی میکنه میگه یه کلان درست میکنه مثلا میگه آقا یه میلش ام, میلیون تومن مثلا اون هنر اون نیست هنر توی که میتونی اون بور رو درک کنی گفت ماده خورشید مده خود است این بینایی تو اینقدر جهان و قشنگ میبینه حالا به هر حال با چشمش میبینه با گوشش میشنوه بی نهایت صدا رو میتونه بشنوه بی نهایت تم و بی نهایت بور و بی نهایت مذر و حالا یه چیزی داره بهش میگه عقل حالا چیه حالا ولش کن اصلا نمیدونم چیه یه چیزیه بهش میگه عقل یه چیزی هست میگه فطرت یه چیزی هست میگه وجدان یه احساساتی داره یه چیزی داره بهش میگه احساس اصلا با این بدنش نیست تلخو براش شیرین میکنه شیرین رو براش تلخ میکنه کافیه با معشوقش یه چای تلخ یه خورده باشه از اصل براش شیرین تره یه چیزی تو درونش هست خودش هم اس براش گوشته میگه احساسات منه حالا اسمش هر چی گذاشته فطرت گذاشته احساس گذاشته عقل گذاشته چه میدونم وجدان گذاشته هر چی یا درک اینجوری داره خلاصه ما اون درکه ایم اون چیزی که درک میکند ما اونیم